جانی که خلاص از شب هجران تو کردم، جانی که خلاص از شب هجران تو کردم، در روز وصال تو به قربان تو کردم. خون بود شرابی که زمینای تو خوردم، غم بود نشاطی که به دوران تو کردم. آهیست که از آتشکده سینه برآمد، هر شمع که روشن به شبستان تو کردم. اشکیست که ابر مژه بر دامن من ریخت، هر گوهر غلطان که به دامان تو کردم. صد بار گزیدم لب افسوس به دندان، هر بار که یاد لب و دندان تو کردم. دل با همه آشفتگی از عهده برآمد، دل با همه آشفتگی از عهده برآمد، هر عهد که با زلف پریشان تو کردم. در حلقه مرغان چمن ولوله انداخت، هر ناله که در صحن گلستان تو کردم. یعقوب نکرد از غم نادیدن یوسف این گریه که دور از لب خندان تو کردم. داد از صف عشاق جگر خسته برآمد، هرگه سخن از صف زد مژگان تو کردم. تا زلف تو بر طرف بناگوش فرو ریخت، از هر طرفی گوش به فرمان تو کردم. تا پرده برافکندم از آن صورت زیبا، تا پرده برافکندم از آن صورت زیبا، صاحب نظران را همه حیران تو کردم. از خواجگی هر دو جهان دست کشیدم، تا بندگی سرو خرامان تو کردم. دوشینه به من این همه دشنام که دادی، پاداش دعاییست که بر جان تو کردم. زد خنده به خورشید فروزنده فروغی، زد خنده به خورشید فروزنده فروغی، هر صبح که وصف رخ رخشان تو کردم. فروغی بسطامی از شاعران نامدار و برجسته دوره قاجار. با درود و وقت بخیر خدمت یکایک عزیزان و همسفران، امیدوارم تنی سلامت، دلی امیدوار، روحی آرام و لبی خندان داشته باشید. در این دوره همی فاصله دار قسمت نهم شناسایی موانع را از دلنوشته روی بام عشق به شراکت با شما عزیزان میگذارم. اما پیش از پرداختن به آن، به سروده زیبا از حسین منزوی، شاعر نامدار و ترانه سرای برجسته معاصر میهن عزیزمان گوش فرا میدهیم و پس از خواندن نهمین قسمت شناسایی موانع به سروده زیبای دیگری از هادی خرسندی، شاعر و طنز پرداز برجسته و معاصر میهن عزیزمان گوش فرا می‌دهیم. چه گرمی، چه خوبی، شرابی، چه هستی؟ چه گرمی، چه خوبی، شرابی، چه هستی؟ بهاری، گلی، ماهتابی، چه هستی؟ چه هستی که آتش
به جانم کشیدی، سرود خوشی شعر نابی که هستی. چه شیرین نشستی به تخت وجودم، چه شیرین نشستی به تخت وجودم، خدا را غمی التهابی چه هستی. فروغی که از چشم من می گریزی، و یا ای همه خوب خوابی چه هستی. شدم شاد تا خنده کردی به رویم، تو بخت منی ماهتابی چه هستی. لب تشنم از تو کامی نگیرد، فریبی دروغی سرابی چه هستی. تو از دختران ترنج طلایی، و یا از پریهای آبی چه هستی. تو را از تو می پرسم ای خوب خاموش، تو را از تو می پرسم ای خوب خاموش، چه هستی خدا را جوابی چه هستی. روی بام عشق، شناسایی موانع، قسمت نه. اما بابا رو ولش نکردم، رفتم به سراغ سوره فصلت آیه 12 که میگوید پس آنها را به صورت 7 آسمان در 2 روز یا 2 هنگام مقرر داشت، و در هر آسمانی کار مربوط به آن را وحی فرمود، و آسمان پایین یا نزدیک را به چراغ‌ها یا ستارگان آذین کردی و آن را نیک نگاه داشتی. این است کارپردازی خداوند عزتمند و دانا. گفتم بابا جون، این 7 آسمانی را که پیامبر اکرم از آن یاد می کند و خودش هم در موقع معراج سوار بر براق از تک تک آنها عبور کرده و به عرش اعلی دست یافته کجا هستند؟ اسم هر کدامشان چیست؟ آیا این 7 طبقه آسمان مشابه همان 7 طبقه جهنم یا 7 در ورودی دوزخ است که پیامبر اکرم در آیه 44 سوره حجر از آن یاد کرده؟ و در روایتی حضرت علی علیه السلام نام طبقات یا ورودی درهای آن را به اسامی حاویه، سعیر، جهیم، سقر، حتمه، لذا و جهنم مشخص نموده نیست؟ آیا شما امروز می توانی اسم یک دانشمند یا محقق یا منجم یا ریاضیدان را بیاوری که در این مورد، یعنی 7 طبقه بودن آسمان، حتی یک جمله گفته باشد؟ گرچه در کتاب مقدس مسیحیان هم از 3 طبقه بودن آسمان نام برده شده و باور دارند که طبقه اولش همین جایی است که ما انسان‌ها زندگی می‌کنیم، طبقه دومش هم فضاست که محل استقرار کرات دیگر آسمانی است، و طبقه سومش هم عرش اعلاست که جایگاه خداوند و ملائکه و نجات یافتگان هست. ولی چنین موردی رو هم هیچ عالم صلاحیت داری تایید نکرده. اما از این که بگذریم، چطوری است که پیامبر اسلام این چراغ‌ها یا ستارگان را در آسمان پایین یا نزدیک به زمین، یعنی در طبقه اول قرار داده؟ چون اگه به جای ستارگان ماه یا خورشید رو در این طبقه، یعنی طبقه نزدیک به زمین قرار می‌داد، تا حدود زیادی قابل درک بود. چون امروز عقیده تمامی دانشمندان
ستاره شناسان و محققان علوم فضایی دنیا این است که فاصله نزدیکترین ستاره به کره زمین بیش از 4 سال نوری است. یعنی اگر نور خورشید در مدت حدود 500 ثانیه به کره زمین میرسد، باید با همین سرعت بیشتر از 4 سال در راه باشیم تا به نزدیکترین ستاره به زمین برسیم. رفتم سراغ سوره انبیا آیه 32 که میگوید آسمان را سقفی محفوظ قرار دادیم، ولی آنان از مطالعه در نشانه های آن اعراض میکنند. گفتم بابا جون، سقف محفوظ قاعدتا باید جامد باشد و بر پایه های هم استوار باشد تا خدای نکرده یه وقت سقوط نکند و بر سر ما نیفتد. شاید به همین مناسبت آیه 10 سوره لقمان میگوید خداوند آسمان را بدون هیچ ستونی که آن را ببینید خلق کرد. یعنی آسمان ها دارای ستون های نامرئی هستند که انسان قادر به دیدن آنها نیست. اما امروز می دانیم که آسمان به خصوص از نوع 7 طبقه‌اش دارای هیچ گونه ستون یا پایه‌ای نیست و تمام کرات آسمانی اعم از سیاره و ستاره در کهکشان‌های مختلف معلق در فضا هستند. رفتم سراغ سوره حج آیه 65 که میگوید آیا ندیده ای که خدا آنچه را در زمین است به نفع شما رام گردانید و کشتی ها در دریا به فرمان او روانند و آسمان را نگاه می دارد تا مبادا بر زمین فرو افتد مگر به اذن خودش؟ همانا خدا نسبت به مردم نوازنده و مهربان است. به بابا گفتم چه خوب شد که بالاخره متوجه شدیم کسی که آسمانها را نگه داشته و اجازه نمیدهد که پایین بیفتد به جز خدای مهربان نیست. شما فقط تصور کنید که 7 طبقه آسمان بخواهد به اذن خداوند یکی یکی رو هم بیفتد و بعد هر 7 تای آن سقوط کند روی کره زمین. ببین چه محشری به پا میشه. شاید قیامتی که وعدشو دادن همین است. بابا که خیلی عصبانی شده بود رو به من و هوتن گفت این دفعه آخرتون باشه که در این خانه این اراجیف رو سرهم میکنید و میگویید. مطمئن باشید که دفعه بعد با هر 2 نفرتان جور دیگه ای رفتار میکنم. این رو گفتم که هیچ کدومتون بهانه نداشته باشین و بگید که نمیدونستیم. از این به بعد هر نوع مزخرف گویی که شما اسمش رو بحث دینی گذاشتید در این خانه مطلقا ممنوعست، چرا که چرندیات شما 2 نفر برکت رو از این خانه میبرند. پوریا میگوید این دقیقا همان موضوعیست که میخواستم راجع به آن صحبت کنم. یعنی میخواهم بگویم تا زمانی که نتوانیم صحبت‌های یکدیگر را به همان شکلی که گفته می‌شود بشنویم و برای آنها ارزش همانی قائل بشویم، قطعاً نمی‌توانیم اختلافاتمان را حل کنیم. خود من به دفعات شاهد این ماجرا بودم که افراد در آغاز یک گفتگویی دم از ظرفیت فراوان و تحمل شنیدن حرف منطقی رو زدند، اما به مجرد اینکه در آن موقعیت قرار گرفتند برخلافش عمل کردند، به خصوص اگر حرفهای مخاطب درستی باورهای مذهبیشون را زیر سوال برده. من و ترانه هم هر کدام ترجمه فارسی و انگلیسی قرآن مجید را خواندیم.
موضوع جالب این است که در ابتدای گفتگومون دو عقیده کاملا متفاوت و شاید متضاد یکدیگر داشتیم، اما الان فکر نمی کنم که تفاوتی حداقل در این مورد داشته باشیم. البته برای رسیدن به نتیجه مشترک زمان زیادی صرف شده، اما خوشحالم که هر دو توانستیم تعصبات مذهبی خودمان را کنترل کنیم و خودمان را در چهارچوب عقل و علم و تجربه و منطق توافق شده نگه داریم. یعنی از ابتدا توافق کردیم که هیچ چیزی رو بدون دلیل متقاعد کننده مبتنی بر عقل و علم و شیوه منطقی از همدیگر نمیپذیریم. یعنی برای اثبات درستی یا نادرستی و متقاعد کردن یکدیگر جایی برای استفاده از جان مادر و روح پدر و ولای علی و خون حسین نگذاشتیم. خوب به خاطر دارم که هر دو دانشجوی سال آخر دانشکده طب بودیم. با هم قرار گذاشتیم که مطالعه قرآن مجید و نهج البلاغه را هم به عنوان بخشی از کار روزانه خود قرار بدیم و نسبت به انجام آن کاملا مقید و مسئول باقی بمانیم. پیش فرضمان هم این بود، چون قرآن مجید به باور مسلمانان جهان معجزه پیامبر اکرم تعبیر می شود و هر 114 سوره و 6236 آیه موجود در آن وحی الهی یا کلام خداوند تبارک و تعالی محسوب می شود، به این مناسبت فاقد هر گونه خطا و آری از هر گونه تناقض است. گرچه چون این پیشورزی به خودی خود میتواند خطا باشد، چرا که به هیچ طریق علمی و فلسفی نمیتوان ثابت کرد که اگر فردی با اتکا به عقل و تجارب خود کتابی را بنویسد، آن کتاب باید الزاماً دارای خطا و تناقض باشد. یعنی نگارش چون این کتابی به دست انسان بدون ارتباط با عالم غیب غیر ممکن نیست. اما چون احتمال خلق چون این کتابی از جمیع زوایا زیاد نیست، هر دو نفر ما شرط را قبول کردیم و من با دقت تمام شروع به مطالعه قرآن مجید و نهج البلاغه کردم تا هم مقایسه ما بین آیات قرآن کریم و هم قیاسی با نهج البلاغه کرده باشیم. ناگفته نماند که من و ترانه هیچ کدام به زبان عربی آشنایی نداریم. من ترجمه های قرآن مجید را هم به فارسی و هم به انگلیسی و ترجمه نهج البلاغه را به زبان فارسی حداقل دو نوبت مطالعه کردم. این مطالعات برای من چیزی حدود یک سال طول کشید و در طول این مدت بارها و بارها با هم گفتگو کردیم، به طوری که چند تا از دوستان دیگر ایرانی هم به جمع ما پیوستند. اما چیزی رو که امروز میتوانم بگویم این است که من و ترانه به واسطه همین گفتگوها نه تنها توانستیم از یک رابطه سالمتر و نزدیکتر برخوردار شویم، بلکه امروز هر دو معتقدیم که میتوانیم هر گونه اختلافی را در رابطه من حل کنیم. من هم خیلی علاقمندم که نتایج چنین تجربه ای را بدون کمترین ادعا و یا کوچکترین اصرار به درست بودن یا نبودنش با دیگران به اشتراک بگذارم، تنها به امید اینکه شاید به تعداد انتخاب های من افزوده شود و به روابط صادقانه تر و محکمتری دست یابیم. باید بگویم نخستین مشکلی را که من در رابطه با مطالعه قرآن کریم پیدا کردم مسئله عدم پیوستگی لازم در ترجمه های آیات قرآنی بود.
به نظر من قرآن مجید برخلاف آنچه شایع است کتابی است که از عدم پیوستگی بسیار و شبهات و ابهامات فراوانی برخوردار است. شاید به همین دلیل ترجمه ها و تفاسیر متعدد و متفاوتی از آن ارائه شده که همین تفاوت ها فهم همانی آن را به مراتب دشوارتر کرده. خداوند رحمان در سوره النساء آیه 82 می فرماید: آیا در قرآن نمی اندیشید که اگر از جانب غیر از خدا بود قطعا در آن اختلافات بسیاری می یافتید؟ یعنی به طور روشن از بندگان می خواهد که نسبت به محتوای آن فکر و کنجکاوی کنند. یعنی از موارد کنجکاوی کنند. یکی از موارد مورد علاقه من آیاتی است که در رابطه با آفرینش انسان و کائنات گفته شده. مثلا خداوند در سوره طارق آیات 5-7 می‌فرماید: و انسان آفریده شد از آبی جهنده که بیرون می‌آید از میان کمر و استخوان‌های سینه. من فکر نمی کنم که امروز دیگه برای کسی این سوال مطرح باشه که این آب جهنده که مقصود همون سلول های جنسی نرینه یا مردانه است در کدام قسمت از بدن مرد ساخته می شود و مسیر خروج آن در کجا قرار گرفته است. آنچه مسلم است این است که امروز پس از گذشت بیش از 14 قرن می بینیم که جهندگی این آب همچنان به قوت خود محفوظ باقی مانده، اما محل تولید و مسیر عبور آن جا به جا شده و کوتاه تر گشته. یعنی دیگه منشأ یا محل تولید و مسیر عبورش از میان کمر و استخوان‌های سینه نیست. یا قرآن مجید در 10 آیه از جمله سوره اعراف آیه 54، سوره فرقان آیه 59 خبر از آفرینش زمین و آسمان ها در 6 روز یا 6 هنگام می دهد. در حالی که در سوره فصلت آیات 9-12 خبر از آفرینش زمین در 2 روز، کوه‌ها و مواد غذایی روی زمین در 4 روز و به دنبال آن 7 آسمان را در 2 روز می‌دهد که جمعشان 8 روز یا 8 هنگام می‌شود و سوالات بسیاری را با خود به همراه می‌آورد. مثلا آیه 117 سوره بقره می‌گوید: پدید آورنده آسمان‌ها و زمین هرگاه که اراده کند امری را، جزی نیست که بگوید بشو پس بشود. در واقع من متوجه نمی شوم که آیا خداوند برای خلقت زمین و آسمان ها بالاخره به زمان نیاز داشته یا نه. یعنی اگر خداوند نیاز به زمان داشته، پس معنی آیه 117 سوره بقره چیست؟ و اگر برای هر امری مثل آفرینش زمین و آسمان ها فقط کافیه که اراده کند و بگوید بشو پس بشود، معنی 9 آیه دیگر قرآن که خبر از خلقت 6 روزه و 4 آیه از سوره فصلت که خبر از آفرینش 8 روزه زمین و آسمان ها رو میدهد چیست؟ آیا باید از دیدگاه تناقض به آن نگاه کنیم و سوالات به وجود آمده را از یکدیگر بپرسیم؟ یا باید بترسیم و دائما مراقب باشیم که نکند به طرفمان برخورد و موجب تنش و احتمالاً قطع روابطمان شود؟ انقلابی کردم و شد غرق ماتم کشورم،
انقلابی کردم و شد غرق ماتم کشورم، خاک عالم بر سرم. تازه فهمیدم بلا نسبت که خیلی هم خرم، خاک عالم بر سرم. همچو مرغی پر کشیدم از قفس جان خودم، حال آسوده شدم. هم قفس شد تنگتر، هم کنده شد بال و پرم، خاک عالم بر سرم. حکم کردندم بگویم مرگ بر شاهان زمان، گفتم و کردم فغان، شاه مرد و من به مرگ خیشتن هم حاضرم، خاک عالم بر سرم. حکم کردندم بگو الله و اکبر روی بام، رفتم و گفتم مدام، حال بی الله مانده زیر بار اکبرم، خاک عالم بر سرم. گفت آقا ضد آمریکا بده دائم شعار، هی زدم آن را حوار، خود به امریکا یواشی گفت، لکن نوکرم، خاک عالم بر سرم. عده قاتل رئیس جمهور یا رهبر شدند، صاحب کشور شدند، این میان من ملتم یا امتم یا منترم، خاک عالم بر سرم. چون رئیس جمهور را بینم بیفتم در عذاب، میکنم خود را خراب، همچنین زهره ترک از دیدن آن رهبرم، خاک عالم بر سرم. مالک پایین اندامم فقیه حاضر است، چور چشمی ناظر است، هم به شرطم کار دارد، هم به وضع بسترم، خاک عالم بر سرم. گفته آقا عشق بازی نیست بعد از این مجاز، من که دارم اعتراض، پس تحسن کرده ام زیر پتو با دلبرم، خاک عالم بر سرم. ای که پرسی روزگارم غرق وحشت یا غم است، ای که پرسی روزگارم غرق وحشت یا غم است، وحشت و غم با هم است، خشتک خیسم ببین، بنگر به چشمان ترم، خاک عالم بر سرم. بدرود تا درودی رساتر و عاشقانه. Thank you.
کجا چنگیز و تیمور و سکندر توانای نبردت ای قلندر شیفت و گر ببیند روشنی نهان ماند نبادر بی نبادی